روزی تا دیروز واکنش ها رو گفتی به اجرای حکم شلاق این زن مخالف حجاب اجباری، فقط به دلیل انتشار یک عکس بوده گویا این حکم که براش اجرا شده، و امروز هم خبر این اتهامی که بهش وارد شده کلی سر و صدا به پا کرده. خیلی معتقدن که همون واکنش ها باعث این صدور این بیانیه شده. خب شنبه این خبر منتشر شد که خب هممون هم میدونیم که رویا حشمتی هم استوریش هم منتشر شد که اینا رو من منتشر نکردم، کسایی که فالوورش بودن اینا رو منتشر کردن بدون اجازه خودش بوده. البته عکسی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از بدن شلاق خورده که اون رو هم تأکید کرده بود که این عکس من نیست، من این رو منتشر نکردم. ولی با این وجود این عکس‌ها و این روایت که روایت درستی هم بوده خیلی واکنش برانگیز بود. یک شنبه قوه قضاییه میاد اطلاعیه میده. من این مطلب قوه قضاییه رو میخوام بخونم که هیچ خطایی تو جملات نباشه. رویا حشمتی گفته خانم جوانی که با انتشار پستی در فیسبوک توجه برخی رسانه‌های معاند رو به خودش جلب کرده، سپس با قرار دادن عکس آرشیوی از گوگل دانلود شده سعی کرده ترحم و توجه افراد رو به خودش جلب بکنه. تیتر رو هم که خودت اشاره کردی که به اباحه‌گری اشاره کرده و اونم سازمان یافته. در رابطه با سازمان یافتگیش هم توضیح داده که این خانم در اصل، یعنی قوه قضاییه ادعا کرده با پوششی که حالا از نظر جمهوری اسلامی زننده است تو خیابون میرفته و گفته توی وسایل الکترونیکیش هم به اسنادی دست پیدا کردن، و در ادامه هم ادعا کرده که یک شرکتی که مستقر در آمریکاست با اون همکاری داشته و از دورکاری پول میگرفته و پروژه های ویژه‌ای رو براشون انجام میداده که چند تا عکس بی‌حجاب توی خیابون رویا رو هم منتشر کرده و مثل همیشه برچسب همکاری با دولت‌های خارجی که جمهوری اسلامی خب ید طولایی هم توی این مسئله داره و بارها مشاهده این مسئله بود. بله، اتهام‌های بی اساسی که هیچ سند و مدرکی هم براش ارائه نمی‌کنه. برای دو خبرنگار زندانی هم همین اتهام‌های مشابه رو مطرح کرده بود جمهوری اسلامی. اما واکنش وکیل رویا حشمتی به این بیانیه چی بوده؟ مریم لطفی که خبرنگار شرق هست با آقای تاتایی، مازیار تاتایی گفتگو داشته، یه گفتگوی مفصل. دلیلم این که من دارم شرق رو میگم به خاطر اینکه خود آقای تاتایی هم به این مسئله اشاره کرده، گفته تنها جایی که من باشون مصاحبه کردم شرق بوده. توی این مسئله خانم لطفی ازش مشخصا درباره بیانیه قوه قضاییه میپرسه. این رو هم مطلب من باید این مطلب رو بخونم، خیلی مهمه. آقای تاتایی گفته خانم حشمتی محکومیتی در این زمینه نداره و اگر او عضویت و ارتباطی با گروه‌های خارجی از کشور داشت باید در کیفرخواستش ذکر می‌شد و موضوع محکومیتش قرار می‌گرفت. در ادامه هم اشاره کرده که این صرفاً یه ادعاست و چون که موضوع محکومیت موکلم نبوده و صرفاً در قالب ادعا هم مطرح میشه و میگه پیگیر اون هم منوط به درخواست موکلم هستش. در خصوص اون عکس هم گفتم تأکید کرده بود که این عکس رو من اصلا منتشر نکردم، بعد اون وقت قوه قضاییه گفته این عکس رو از گوگل دانلود کرده. و شرق هم بعدش این گزارش رو با این تیتر منتشر کرده: ابهامات اجرای حکم رویا حشمتی. البته این رو هم بگم که اشاره کردم به واکنش آقای مازیار تاتایی. آقای مازیار تاتایی اکانت در پیام رسان اکس داره، توی اون دقیقاً مشخص کرده که اگر کسی هر نقل قولی از جای دیگه از من جایی منتشر کرد صحت نداره، کذبه، مگر اینکه اونچه که در خبرگزاری شرق من بهش اشاره کردم. اما مهتاب این رو هم میخوام اشاره کنم که حالا این واکنش، این بیانیه‌ای که قوه قضاییه صادر کرده با واکنش خیلی هم روبرو شده. حالا خیلی‌هایی که خبرنگارای داخلی هستن مثل احمد زیدآبادی که اومده به قوانین بیدر و پیکر قوه قضاییه اشاره کرده و این برخوردهاشون در انتها هم مشخصا به محسنی اژه‌ای خطاب کرده.
و بهش گفته که با این نوع قضات و قوانین چطور میشه تو دستگاه قضایی تحول و اصلاح ایجاد بکنین و چطوری میخواین اعتماد مردم رو به خودتون جلب بکنین. کس دیگه ای که بهش واکنش نشون داده بود میلاد علوی بود که اون هم گفته بود دریافت پول در ازای اینکه بی حجاب توی خیابون باشه اصلا توی کیفرخواست نبوده. اون هم به نقض استقلال قضایی اشاره کرده و گفته دستگاه قضا قرار بوده مستقل باشه نه یاور ضابط. تشکر میکنم از ذات روزی تا ایران دوستم کنم اینجا در استودیو.